من حسابم ز همه مردم این شهر جداست من امیدم به خدا بعد خدا هم به خداست به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم به جلسه, به جلسه نوزده از درس زبان و ادبیات دری دستان خوش آمدید عنوان درس امروز ما ترحم با حیوانات است حکایتی میخوانیم از کتاب سیاست نامه خاج نظام الملک توسی تحت عنوان ترحم با حیوانات در حوزه دستور زبان در بخش دوم در مورد فرق فیما بین پسینه و پسفند با یک دیگر آشنا خواهیم شد دوستان عزیز در فضای مجازی ما رو دنبال کنید لایک ارتباط بگیرید و پیام بگذارید و ما را خوشحال سازید. نمبر ارتباطی ما با شما خوبان و نیکان روزگار 20964 780 255 4030 است. عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید. خب های عزیز و گرانقدر قبل از اینکه وارد درس نو شویم درس جدید را با همدیگر مطالعه کنیم مرور کنیم بررسی کنیم و آشنا شویم لازم است که در واقع کار خانگی جلسه قبل را با همدیگر بخوانیم در جلسه قبل گفته بودیم که تفاوت پشوند با پیشینه در چیست با ذکر یک مثال توضیح دهید رابطه پشوند و پیشینه دوستان نگاه کنید ما دو اصطلاح داریم که در حوزه دستور زبان به شدت از نظر شکل ظاهری به همدیگر نزدیکند. پیشینه و پیشوند پیشینه و پیشوند از نظر شکل ظاهری بسیار نزدیک هستند ولی از نظر معنا مفهوم و کاربرد یک دنیا با یکدیگر فاصله دارند نگاه کنید دوستان میگوییم پیشوند به لحاظ در واقع زبان دری ما یک پیشوند داریم و یک پیشینه پیشینه و پیشوند اول میگوییم که پیشوند نگاه کنید دوستان پیشوند او کلمات چی هستن دوستان پیشوند ها کلمات نامستقلی هستند که همان طور که پیشینه ها هستند پیشینه ها و پشوند ها هر دوتا کلمات نامستقل هستند مستقل هستند یعنی چی یعنی این کلمات به تنهایی در ساختار جمله معنای کامل و مستقلی را نمیرسانند بلکه در کنار کلمات دیگر قرار می و باعث ایجاد یک کلمه جدید با معنای جدید می شوند حالی ما گفتیم که پیشوند ها دو نوع هستند اگه خاطر شاگردای عزیز باشد گفتیم پیشوند ها یا صرفی هستند و یا هم اشتقاقی پشوندهای صرفی گفتیم پشوندهای صرفی پشوندهایی هستند که بر سر چی داخل میشن پشوندهای صرفی بر سر فعل داخل میشن بر سر فعل داخل میشن که در کنار فعل داخل می شوند اضافه می شوند و یک کلمه جدید را می سازند حال این میتواند تواند پیشوندهای صرفی چه باشد دوستان؟ اشکال مختلفی داشته باشد میتواند در واقع او حرف نون باشد که نون نفی باشد نون نهی باشد میتواند تواند همی باشد میتواند می باشد که بر سر فعل قرار می و معنای استمرار می دهد مانندشی مانندشی دوستان می گوییم همی گفت همی گفت مانند نرو مانند چی دوستان نمیرود رود قسمت های نگاه دوستان زرد رنگ رو دقت کنید این می شود پشوند ما پیشوند های صرفی بر سر چی داخل شده بر سر فعل آمده گفت رو می رود بر سر فعل داخل شده و باعث ایجاد یک معنای جدید شده معنای قبلی کلمه را به طور کلی عوض کرده خب پشوند های اشتقاقی بر سر چی داخل می شد دوستان اشتقاقی بر سر اسم داخل می شود بر سر اسم داخل می شود وقتی که بر سر اسم داخل می شود باز هم معنایش رو عوض میکرد مانند چی دوستان؟ میگوییم مانند نادان نادان مانند چی؟ مانند بیعقل نگاه کن دوستان؟ این پیشوند ها بر سر در واقع اسم ها داخل شده بر سر اسم ها داخل شده معنا رو عوض کرده عقل یک معنا داره به عقل یک معنای دیگر داره نگاه کنید دوستان پس این می پشوندها پشوندها بر سر چی داخل می شود؟ بر سر فعل و اسم داخل می شود. ولی نگاه کنید دوستان یک بحث وقتی که این پشوندها بر سر افعال داخل می شود بر سر اسم ها داخل می شود باعث یک معنای جدید می شود و جزئی از او کلمه هست دیگه وقتی ما میگوییم نادان نمیگوییم که ناجدای دان جدای نه جفتش با همدیگر آمده کنار همدیگر قرار گرفته یک کلمه جدید با یک معنای جدید را درست کرده ولی پیشینه ها چیه پیشینه ها در واقع میگوین دوستان او کلمات نامستقلی هستن پیشینه کلمات نامستقلی هستن که در ساختار جمله به طور مستقل بیان می شود ولی نشانه یک کلمه دیگر است او می شود مفعول غیر مستقیم یا همون متمم دوستان در واقع پیشوندا چیه؟ پیشوند ها نشانه متمم است نشانه متمم حالا انواع پیشوند, پیشوند... پیشوند چی بود دوستان؟ انواع پیشنه ها پیشنه ها نشانه های هستند که انواع دارد مثلا به طور کلی مثل چی دوستان مانند از به برای در و اشکال مختلف دیگر میتواند داشته باشه مثلا یک مثال میزنیم دوستان میگویم که من به مکتب رفتم من به مکتب رفتم حرف ب چی میشه دوستان؟ سال میشه پیشینه و مکتب میشه چی نقشش متمم که همیشه پیشینه ها چی قبل از متمم می آید و متمم بعد از پیشینه ها ذکر می شود یعنی در واقع می میشه... شود, این تو بگویم دوستان پیشینه ها نشانه کلمات متمم هستند که بیشتر حرفی اضافه هم در داخل جمله نام میبریم و از او یاد میکنیم خب شایده عزیز و گرامی بخش اول درس امروز ما در مورد کتاب بسیار بسیار مهم در قرن پنجم هجری قمری است تحت عنوان سیر الملوک که کتاب شما تحت عنوان سیاست نامه هم از او یاد کرده سیاستنامه اثر خاج نظام الملک توسی از کتاب های مهم و مشهور نصر در حوزه در واقع نصر دری در قرن پنجم است پس نگاه کنید دوستان یکی از کتاب های بسیار مهم در حوزه نصر قدیم که می شود در واقع همه کتاب چی دوستان؟ همین کتاب سیاستنامه یا سیارول ملک خب این کتاب اثر کیس اثر وزیر مشهور دوره سلجوقیان خواجه نظام الملک توسی این کتاب از متون مهم تاریخی و مشتمل بر مسائل حکومتی سیاسی اجتماعی در دوره سلجوقیان است حاوی داستان های عبرت آموز تعلیمی و اخلاقی هم هست پس نگاه میکنیم که کتاب سیاستنامه را وقتی باز میکنیم یک کتابی است در حوزه ادبیات تعلیمی کتابی که در واقع پند میدهد اندرز میدهد و نصیحت میکند مخاطب خود را وقتی کتاب را باز میکنیم دوستان ببینیم می که کتاب بخش های مختلفی دارد که حاوی آیات قرآن کریم است حاوی احادیث معصومین است و در کنارش وقتی باز میکنیم نگاه میکنیم حکایت کوتاه و بلندی دارد که در حوزه سیاست کشورداری بسیار مهم و نقش اساسی دارد خب خارج نظام الملک توسی دو سال از وزیران معروف عصر سلجوقیان است پس اشان علاوری که یک ادیب هست یک ادب دوست هست یک دانشمند در حوزه ادبیات دری هست یک شخصیت سیاسی بسیار مشهور نیست می باشد خواجه این کتاب را برای جلال الدین ملک شاه سلجوقی نوشته است پس نگاه کنید دوستان چون خواجه نظام الملک توسی وزیر معروف جلال الدین ملک شاه سلجوقی می باشد این کتاب را به توصیه ای پادشاه سلجوقی نوشته است ملک شاه سجوقی دو پسر دارد که از در واقع وزیر خود میخواهد که برای آماده کردن ای دو پسرش که بتواند بعدها حاکم شود بتواند سیاست مداران بسیار زبردست و بسیار کاردان شود اینها را تربیت کند یکی از راه های تربیتی است که برای ای دو فرزند یک کتابی بنویسد که یک کتاب آداب در واقع حکومتداری نحوه رفتار با مردم و در واقع چیزهایی که مربوط به سیاست هست را به آنها آموزش دهد به همین منظور خاج نظام شروع میکنه به نوشتن کتاب و کتاب سیاست نامه را برای ای دو فرزند ملکشاه سلجوقی می نویسد خب اما تا که میبینید دوستان شما یک حکایتی در کتاب خود دارید که از کتاب سیاست نامه نوشته شده این حکایت تحت عنوان ترحم با حیوانات است که میخوایم این حکایت را برای شما دوستان بخوانیم و با همدیگر مرور کنیم خب شاگردای عزیز همانطور که میبینید شما یک حکایتی در این درس خود دارید که از کتاب سیاستنامه خاج نظام الملک توسی بیان شده تحت عنوان ترحم با حیوانات این حکایت حقا... بسیار سازنده است یک حکایت بسیار پند دهنده است برای ما و شما شاگردای عزیز وقتی حکایت را میخوانیم میبینیم که نحوه رفتار ما با حیوانات باید همان گونه باشد که حضرت موسی در ای دست با ای حیوان با ای گوسفند رفتار میکند یک رفتار بسیار بسیار عاقلانه یک رفتار بسیار صبورانه اگر می که به مقام های بالا دست پیدا کنید اگر میخواهید یک انسان بسیار فهیم یک انسان بسیار درست کار باشید باید همان گونه که حضرت موسی در این حکایت با ایر میش با ای در واقع گوسفند رفتار میکنه شما هم رفتار کنید چه میگوید یک بار حکایت را با هم میخوانیم تا معنایش را درک کنیم گویند روزی موسی علیه السلام در آن حالی که شبانی شعیب پیامبر را میکرد و هنوز به وی وحی نیامده بود گوسفندان میچرانید حضرت موسی در واقع گله حضرت شعیب پیامبر را برای چرا به چراگاه برد قضا را میشی از رمه جدا افتاد یکی از در واقع گوسفندان از گله جدا شد موسا خواست که او را برمه باز برد قصد کرد که برگرداند میشک برمید و در صحرا افتاد و گوسفندان نمیدید و از بدلی همی رمید و موسی پس از او همی دوید تا مقدار دو سه فرسنگ پس وقتی که ای گوسفند جدا می شود از رمه به طوری که دیگر رمه را نمی بیند مسترب می شود نگران می شود و در واقع چی می شود فرار می کند موسی قصد میکنه که او را برگرداند وقتی که دو سه فرسنگ در واقع فاصله افتاده بین او میش و بین ای گله چنان که میشک را نیز طاقت نماند و از ماندگی بیافتاد چندان که بر نمیتوانست خاص به طوری فاصله گرفته ای گوسفند خسته شده و نمیتواند دیگر راه برود حال چه میشود موسا در وی رسید و بر او رحمتش آمد وقتی که موسا به نزدیک ای میش میشود شفقت میکند مهربانی میکند چی میگوید؟ ای بیشاره چرا میگریزی و از که میترسی؟ برای چه فرار میکنی؟ از چه کسی ترس خوردی؟ چون دید که طاقت رفتن ندارد برداشتش و برگردن و دوش گرفت تا بر رمه حضرت موسا در واقع گوسفند را میگیرد بر بالای دوشش قرار میدهد و حرکت میکند به سمت رمه می آید چون چشم میش بر رمه افتاد دلش به جای باز آمده تپیدن گرفت وقتی که میشک گله را میبیند خوشحال میشود دلش آرام میشود خاطرش جمع میشود و چه میشود موسا زود او را از گردن فرو گرفت و به میان رمه اندر شد وقتی که او را از گردن حضرت موسی میگیرد بین رمه میشود و او را رها میکند ایزد تعالی ندا کرد خداوند میگوید و فرشتگان آسمان چنین گفت چه گفت دیدید دیدید بنده من با آن میش دهن بسته چه خلق کرد و بدان رنج که از او بکشید او را نیازرد و بر او بخشود رفتار حضرت موسی را دیدین خداوند اینجا پوز میداد شاگردای عزیز خداوند میگوید من چنین انسانی را خلق کردم این انسان با این با این میش چگونه رفتار کرد کیف میکنه آدم وقتی این رفتار را میبیند به عزت من که او را برکشم و کلیم خیش گردانم و پیغامبریش دهم و به دو کتاب فرستم چنان که تا جهان باشد از او گویند خداوند من قسم میخورم در همین لحظه به عزت و به بلندی و به بلند مرتبه خودم قسم میخورم که چنین شخصی را پیامبری دهم چنین شخصی را کتاب دهم چنین شخصی را عزت دهم چنین شخصی را کلیم الله خیش قرار دهم خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم شویم بخش امروز ما در حوزه دستور زبان فرق بین پسینه و پسفند است همانطور که در ابتدای جلسه امروز خطاب شما دوستان و شاگردان مطرح کردیم گفتیم که فرق فی ما بین پیشینه و پیشوند را توضیح دادیم حالی وارد پسها شویم ببینیم که پسفند و پسینه با همدیگر چه فرقی میکنند در زبان دری تنها یک پسینه وجود دارد که عبارت است از چی دوستان؟ از حرف اضافه را پس نشانه پسینه در حوزه زبان و ادبیات دری شاید از عزیز؟ حرف رایه هر زمانی که حرف را را دیدین بدانید که این کلمه، این علامت، این نشانه کدام بخش دستور زبانه پسینه است پسینه پس از مفعول معرفه می آید و نشانه معرفه بودن مفعول است پس این می شود دوستان؟ هدف از آوردن پسینه هر زمانی که شما پسینه را را در جمله می بینید می آید این نشانه در واقع یک نقش دستوری است یک نقش مهم در حوزه دستور زبان است به نام مفعول حالی مفعول نیست یک مشخصه دارد هر زمانی که رامه می نشان میداد که مفعول شما معرفه است مفعول شما شناسا است یعنی کسی است که شما او را میشناسید نسبت به او شناخت دارید اگر مفعول بدون پسینه را بیاید یعنی پسینه را را دیگه نداشته باشیم نشان دهنده مفعول نکر است پس اگر را در کنار مفعول باشد میشود مفعول ما معرفه مفعول ما میشه شناسا اگر این حرف را در ساخته رو جمله در کنار مفعول نباشد مفعول شما دیگر مفعول معرفه نیست مفعول شما میشود شود نکره یعنی مفعولی که شما نسبت به او شناخت نداری به دور مثال در قالب مثال بیان کنیم چه میشود او خانه را خرید ی جمله را دقت کنید دوستان او خانه را خرید خب کدام کلمه مفعوله کلمه خانه در این ساختار میشود مفعول او چه چیز را خرید چون گفتیم در ساختار جمله مفعول به چه چیزی می گوییم؟ مفعول او کلمه است که در جواب سوال چه کسی را یا چه چیزی را می آید خب در این جمله ما میگیم که او چه چیزی را خرید چه چیزی را خانه را خرید پس خانه می شود مفعول حال می که کلمه خانه یک مفعول معرف است مفعول شیه دوستان؟ مفعولش معرف است چرا معرف است؟ چون بعد از کلمه خانه که مفعول باشه نشانه پسینه را آمده چون نشانه پسینه را را داریم مفعول شما هم معرفه می شود جمله پایینی جمله بعدی رو نگاه کنیم کریم کاغذ آورد کریم کاغذ آورد خب کریم که میشود فاعل ما یا نهاد جمله ما کاغذ میشود مفعول ما کریم چه چیزی را آورد چه چیزی را کاغذ را پس کاغذ میشود مفعول حالی بعد از کاغذ ما حرف را را داریم در جمله نداریم پس این جمله ما در واقع یک مفعول داره ولی نشانه پسینه را را ندارد وقتی ندارد چه نتیجه میگیریم نتیجه میگیریم که مفعول ما مفعول نکر است چرا؟ چون بعد از مفعول ما حرف را پسینه را ذکر نشده پس مفعول ما هم مفعول نکر است خب حالی پسوندها دوستان پسینه را گفتیم پسوند چیه؟ پسوندها ها است که به کلمه های مستقل میپیوندد و کلمه های را با معانی جدید به وجود می آورد. در حالی که پسینه را گفتیم دوستان چیه؟ پسینه را یک نشانه است، یک بخشی است، یک کلمه نامستقق است که در ساختار جمله به هیچ کلمه ای نمیشست. به هیچ کلمه ای اضافه نمی شود. ولی وقتی در ساختار جمله میآید کلمه قبلش می شود مفعول. اسم قبلش می شود مفعول. ولی پسفند ها این گونه نیست دوستان. پسفند ها می آید به کلمات مستقل اضافه می شود. وند هایی هستن که اضافه می شود و معنای جدیدی رو با یک کلمه جدیدی میسازد سازد به طور مثال مانند چی؟ کتاب ها ها نگاه کنید دوستان میشود شود پسوند می رفتم می می انتهای می رفتم میشود شود چی دوستان؟ پسوند عروسگ او حرف کافی که در انتهای عروسگ وجود دارد میشود شود چی دوستان؟ میشود شود پسوند معنا رو عوض کرده عروس یک معنا میده حرف کاف که در انتهایش می آید معنایش را عوض می کند یک نوع اسباب بازی معنا می شود می رفت نگاه کنید یک معنا اومیمی که اضافه می شود می رفتم. باعث می شود که شخص و شمار فعل تعیین شود کتاب ها کتاب خودش یک کلمه است وقتی ها را در انتهایش اضافه می کنیم، تعداد کتاب ها از نظر شما نیز بالا می روید. خوب شاگردای عزیز کار خانگی جلسه آینده شما تفاوت پسینه با پسفند را بگویید و با ذکر یک مثال توضیح دهید که فرق بین پسینه و پسفند چه باشد خوب شاگردای عزیز و گرانقدر قدر مانده نباشید در پایان جلسه امروز رسیدیم درس امروز را خلاص کردیم قبل از اینکه با شما دوستان خداحافظی کنیم یک بار دیگر سامانه ارتباطی خود کانال ارتباطی خود را برای شما بیان میکنید و آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما میشویم 2964 و 255 40 آماده دریافت نظر شما دوستان هستیم پیشنهاداتتان را برای ما ارائه کنید برای ما روان کنید با در فضای مجازی ما را لایک کنید برای ما پیام بگذارید و ارتباط بگیرید عزیزان جان تا دیدار دیگر و خداوند یارا نگهدارتان